تامین همه وسایل مربوط به بهداشت درمان با جزء وظایف دولته چه اضافه کردن تخت ها چه اضافه کردن تخت های ویژه چه وارد کردن دارو چه وارد کردن تجهیزاتی که مورد نظر یا در داخل باید تولید بشه اینا جزء وظایف سنگین دولتی که باید انجام بده و تامین ریال و ارز مورد نیاز من در اینجا لازم میدونم برای مردم یه مقداری توضیح بدم چون متاسفانه به طور روشن برای مردم مسائل توضیح داده نمیشه و یه دیگه هم هستن که خب حالا از هر فرصتی میخوان سو استفاده بکنن ببینن مردم عزیز ما ما برای اینکه یه نوع واکسن از کوواکس از سبد کوواکس بتونیم استفاده بکنیم یک مرجع ما بوده خب اینجا ما 178 میلیون دلار پول میخواد یعنی این حالا پولش مهم نیست ما داریم جا به جایی پول یعنی این که ما میگیم تحریم روی همه زندگی مردم تأثیر میگذاره بعضی ها مثل که باور نمی کنن مثل که خبر ندارن اداره کشور چگونه است نمیدونن که تو این کشور برای اینکه ما مرغ رو پرورش بدیم و گوشت مرغ بیاد در اختیار مردم قرار بگیره عمدتا نگهداری و آبش داخلیه تمام نهاده ها از خارج داره میاد تمام نهاده هایی که مصرف داره میشه از ذرتش گرفته از کنجالش گرفته از جو گرفته تمام اینا بخش بزرگی از واکسن ها همه اینو از خارج داره میاد حتی مرغ اجداد مرغ لاین همه از خارج میاد حالا اونا تو تحریم برای ما مشکل درست کردن و خوب در داخل ما داریم یه مقداری با شرایطی که داریم داریم تولید میکنیم تمام واکسن هایی که ما داریم خریداری میکنیم و یکی از اولویت های بزرگ دولت در این مقطع واکسنه من به رئیس کل بانک مرکزی در جلسه ستاد دولت دستور دادم گفتم اولویت یک در برای تامین ارز واکسن هیچ اولویتی بالاتر از اون اولویت نیست و حتی من در جلسه قبل ستاد دولت بهش دستور دادم 100 میلیون دلار پول بذار کنار با هر مشکلاتی است و حالا برای جابجا کردن این پولها با چه مشکلات بزرگی ما مواجه هستیم ما الان داریم واکسن خریداری کردیم خریداری میکنیم و داریم پولش این روزها تأمین میکنیم وزارت خارجه ما بانک مرکزی ما وزرای محترمی که در کمیسیون مشترک برخی از کشورها هستند شبانه روز تلاش میکنن اگر یه دونه از این تلاشها ها رو 24 ساعت این تلاش رو بیاریم رو کاغذ تا مردم ببینن برای اینکه ما پول واکسن فلان کشور حالا شرقی غربی هر کجا که هست میخوایم تامین بکنیم پرداخت بکنیم جابجا جا کنیم این پول رو